وزیر دفاع روسیه تمام منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تصرف شد. سرگ شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای روسی با تصرف شهر لیسیچانسک به طور کامل منطقه لوهانسک را در شرق اوکراین تحت کنترل گرفتند. یوری ساک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین به بی بی سی گفته است که علیرغم ادعای مسکو مبنی بر سقوط لیسیچانسک این شهر تحت کنترل کامل نیروهای روسیه نیست. وزیر دفاع روسیه گفت خبر آزادسازی این شهر را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور اعلام کرده است. در نخستین واکنش ها سخن سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفت برای اوکراینی ها جان انسان ها اولویت اصلی است بنابراین گاهی اوقات ممکن است از مناطق خاصی عقب نشینی کنیم تا بتوانیم آنها را در آینده باز پس کیریم. خبر تصرف کامل لوهانسک ساعتی پس از آن اعلام می شود که وزارت دفاع روسیه از محاصره شهر لیسیچانس خبر داده بود پیش از آن نیز سرهی هایدای فرماندار منطقه لوهانسک شرقی اوکراین گفته بود نیروهای روسی به لیسیچانس رسیدند روسیه در هفته های اخیر بر کنترل استانهای لوهانسک و در دونباس متمرکز شده است درگیری بین جدایی طلبان تحت حمایت روسیه و نیروهای اوکراینی در این مناطق از سال 2014 آغاز شده بود. لیسیچانسک آخرین شهر تحت کنترل نیروهای اوکراینی در منطقه لوهانسک به شمار می رفت. این خبر یک هفته پس از خروج نیروهای اوکراینی از سورودونسک منتشر می شود. رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن تصاویر ویدئویی را منتشر کرده است که نشان می دهد جنگجویان چچنی در مرکز لیسیچانسک هستند. اوکراین این تصاویر را تأیید نکرده است. در دیگر مناطق اوکراین روسیه همچنان به حملات موشکی ادامه دهد. در شهر خارکیف خطوط راه آهن و برق در اثر حملات روسیه صدمه دیدند اما تلفاتی گزارش نشده است. اسلاویانسک از شهرهای مهم دونباس که تحت کنترل نیروهای اوکراینی است دوباره زیر گلوله باران روسها قرار گرفته است شهردار این شهر گفت در اثر بمبهای خوشایی روسیه که استفاده از آنها ممنوع است چهار نفر کشته شدند سلنسکی روسیه همچنان 2610 شهر و منطقه اوکراینی را در تصرف خود دارد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که با ادامه جنگ در این کشور روسیه همچنان 2610 شهر و منطقه اوکراینی را در تصرف خود دارد به گزارش نشریه هیل زلنسکی در سخنرانی خطاب به مردم کشورش گفت که نیروهای اوکراینی بیش از 1000 شهر و شهرک را آزاد کردند اما آنها همچنان باید 2610 مورد دیگر را آزاد کنند وی افزود اغلب این مکان تحت تاثیر جنگ باید بازسازی شوند و صدها مورد از آنها کاملا توسط ارتش روسیه ویران شدند. رئیس جمهور اوکراین در این حال تاکید کرد اجرای چنین پروژه بزرگی در سراسر کشور و ایجاد استانداردهای ایمنی و کیفیت جدید برای زندگی فقط با جذب ظرفیت‌های بین‌المللی ممکن است. روزهای دوشنبه و سهشنبه این هفته اوکراین به صورت مشترک با سوئیس میزبان پنجمین کنفرانس سالانه اصلاحات اوکراین است که در سالهای گذشته در مورد اهداف و اصلاحات سیاسی در آن گفتگو صورت گرفته است. اما پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کیف و برن تصمیم گرفتند تا این کنفرانس را روی شرایط فعلی متمرکز سازند. زلنسکی نیز سرسخنرانی شب گذشته خود این کنفرانس یک گام مهم در جهت بازسازی اوکراین است. لوکاشنکو از پوتین خواستم تا در خاک بلاروس سلاح هسته ای مستقر کند رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد در پاسخ به درخواست لهستان از واشنگتن برای استقرار تسلیحات هسته ای در خاک این کشور از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواسته تا در بلاروس سلاح هسته ای مستقر کند الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در سخنرانی به مناسبت روز استقلال در مینسک در دوم ژوئیه توضیح داد که چرا از پوتین درخواست موشکهای با قابلیت حمله کلاهک هسته ای کرده است لوکاشنکو یادآور شد که این اون نبوده که تصمیم به کنار گذاشتن سلاح های هسته‌ای گرفت برعکس او به عنوان رهبر جدید یک کشور جوان مستقل مجبور به اجرای تصمیم رهبری قبلی کشور شد او گفت که برگ اطمینان از خروج تسلیحات هسته‌ای از بلاروس تحت فشار شدیدی قرار داشت الکساندر لوکاشنکو تاکید کرد این واژگیری هسته‌ای نیست من و رئیس جمهور روسیه به ویژه با سلاحهای هسته ای نمی‌کنیم. نمیکنیم این موضوع در مذاکرات با رئیس جمهور روسیه پس از درخواست لهستان از ایالات متحده برای استقرار تسلیحات هسته ای در قلم روی خود مطرح شد سپس به رئیس جمهور پوتین گفتم چرا وانمود میکنیم که هیچ اتفاقی نمیافتد ما برای مدت طولانی مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید ظرف یک روز آماده باشیم تا اقدامات آنها را پاسخ دهیم سلاحهای خود را به آنجا بردیم و من حق دارم از رئیس جمهور روسیه برادرانه بخواهم این امکان را فراهم کنم. تا این تصمیم داده شود که هیچ کس جرأت عبور از مرز جمهوری بلاروس را نداشته باشد که این کار را کردم ممنون که تا پایان با ما همراه بودید جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید وقتتون خوش و خدا نگهدار